به هر دوشون دستبند بزن. چای سرپا. چی دستبند؟ به صمد مویم خواهی دستبند بزنی؟ مگه دزدی کردم؟ مگه آدم کشتم؟ پرونده این صمد درست به قد پرونده یه آدم کش کلفته. شکایت روی شکایت، استشهاد روی استشهاد. فقط یه دستبند داریم، بقیه دستبندمون بند. تلفن کنم از گروه هم بفرستن دست جفتشونو ببن به هم. بله سرکار، ماشین حاضره. خیلی خوب، سوارشون کنیم. سرکار جون، خود شما که بهتر میدونید تمام اهل این آبادی با صمد مو دشمنن. آخه چرا؟ چرا؟ در عرض یه هفته 11 فقره انگوش به چشم و چال این اون کرده. اینو چی میگی؟ وضعیتش میکنن. بهش میگن که از خدا لیلا رو برده شهرم و جا شوهرش بده. گیرم که بگم کت خدای بیچاره رو که بالاخره آواره کرد. میخوای کاری بکنی که بقیه اهل آبادی هم جلای وطن بکنن؟ ده میخوای دست منو ببندی به این؟ ما 600 سال سیاه زیر بار نمیرم. اینطوری که راحتری خره، اقلا یه دستت آزاده. نه، ما یه دستمند علاهده برای خودم میخوام. وایسا سر جا، دستور سرکار و سواره. مگه زوره؟ ما نمیخوام دستمو ببندی به دست این مرتیکه. آها، به دهنه تو بفا مرتیکه، تو کلاته. تو خفه خون بگیر، بابا بیای کمک. بابا حالا که باره میخوان ببرین هفت، یه دستمند علاهده بهشون بدین. سرکار خدا شاهده، این کارا همه سیر سر آمیرزایه. او از یه طرف به کت خدا گفته دخترشو وردارم برش شهر، از یه طرف هم دست به کار شده شر بچه بایی از این آبادی کم بکنه. آمیرزا یه نفره، اما زیر این ورقه 70 نفر امضا کردن. وقتی آمیرزا یه چیزی وردارم بنویسه همه اهل آبادی امضا میکنه. ما به عشق دستبند میخواستم برم. سرکار اگه این نمیخواد سوارشه، من پیادشم، دستم درد گره. سوار شو دیگه تو هم. خب میخوام با ننه آقا خداحافظی بکنم. شما خودتون برین حبس، با ننه هاتون خداحافظی نمیکنین؟ ازگل مثلا خداحافظی نکنی چی میشه؟ از گیلم خودت یابد بگم. سرکار جون یه دفتی هم ببخشینش تو رو خدا. سرکار حالا نمیشه همینجا تنبیهش کنی، شهر نبرینش. سرکار تو رو خدا شهر نبرینش. دیگه از تنبیه ما گذشته. برو یه دستمن برای ما بیار، برو بیار یه دونه دستمن برای خود ما بیار. تو رو خدا برو خدا شهر نبرینش. با میتونی یه کاری بکنی ما رو شهر نبرن؟ خفه بمیر، تازه خوشحالم هست که دارم میبرنش. چیه؟ یالا سوارشو بزر ماشیش کنم. چرا گریه میکنی؟ نه آقا، عوضش وقتی برم شهر لیلا رو اونجا میبینم، باش قرار مدار دارم. آقا بشه توی زندون ببینی، به خیرش داره میره مهمونی. آقا یه خورده اون سیبیلت رو نتابون، ما میخوام انگشتمون بکنم تو دماغم. آقا ده ساکت باشیم بابا. لا اله الا الله، عجب چونه برای حسنا. دیو الان نمیذاری خوام یازه بدار آدم بچسبه. چرا همچین نکنی؟ چیا؟ ده؟ میخوام بخارنم با اون دسته. نمیخوام، میخوام با این دست بخارنم خودم ها. گفتم با اون دستت بخارم. ما عادت ندارم با اون دستم خودم بخارنم، با اون دستم کارهای دیگه میکنم همیشه. ما هیچ وقت به تو چی داری بگه؟ دستتو بردار با اون دستت به تابون. لازم نکرده. سیبیلتو بگم با اون دستت به تابون. نمیخوام به تابون ها. نه تابون، ما خودم میخوام بخارنم. این چیه؟ چی میگی؟ بابا سر کاری دیوونم کرده، دستو بگیر به من به تاق دیگه. نگاه کن تو رو خدا، نزدیک بود تصادف کنم. هرش تقصیر شماست دیگه سرکار جون، میگم بگیر به من دیرش به تاق. تقصیر شماست دیگه، دست سر علاقه رو ببندیم به دست آدم، همینه دیگه. میزنم تو چومت ها. با کدوم دستت میزنی ها؟ بشین بابا بسه. تقصیر اینه؟ سرکار اونجا رو چی شده خانم؟ چی شده؟ اونجا
را به ماشینم حمله کرده. کیا؟ کجا؟ کدوم طرف؟ اون پایین. بپرس ماشینه شبلته؟ خانم ماشین شبلته؟ پنجتا بوده به من حمله کردن. سرکار پنجتایی ریختن سرش. کمک رو سوارش کنی، ماشینه هنوز اونجاست. باشو خانم بلوپا شو. آقا آقا خوب دیکه ای رو دارن سوارش میکنن. دستشون چی بود خانم؟ دوز بودن. حالش بده، انگار خیلی ترسیده. سرکار برو بالا، ناراحت نشو. یه انگوش نمک بذارین دهنش، یه انگوش نمک بذارین حالش خوب بشه، یه انگوش نمک بذارین. آره حالش چسته. نمکمون کجا بود؟ مگه اینکه یه انگوش از نمک تو بهش بدی؟ باشه، ما حرفی ندارم، ما حرفی ندارم، اما میشه مالید شاشوناش هم میتونیم بکنیم. بذار بمالم. ما میخوام نمالی. میخوام بمالم، اختیار دستم دارم. تو چه مربوطه؟ بذار بمالم. ولش کن. بابا بمالم، حالش خوب میشه واسش. ساکت بشین ببینه. خود خانم بمال. نمیخوام بمالم، اگه زوره. نمال، میخوای نمال، نمال، ما میخوام بمالم. به تو چه مربوطه؟ دارم نمیذارم. لازم نیست چیزی بمالی. بابا یه دفعه پا داده ما یه نفر بمالیم. عجب بخیلنا. بذار بمالم دیگه. بابا. بذار بمالم. هست که نمیخوام ایش که چی بماله. توش نیست. خانم چی تو ماشین داشتین؟ خیلی چیزه. پس حتما بردن، چون تو ماشین چیزی نیست. باید صورت مجلس کنی. خانم شما هم اینجا باشید و از تو ماشین کاغذ بیارید. خب، گفتی چند نفر بودن؟ درست نشمرد. بگیری! این حرکت تو! سرکار حیدری رو چرا میزنی نامرد خدا؟ میخوای فرار کنی خیر؟ میخوام فرار کنم، ما میخوام برم شهر. بیبریم زود باش، یالا کلید رو پیدا کنیم و بالا گردن عباس از چنش خلاص شیم. اینجا نیست، تو جیب این یکی هم نیست. بیا بگیر زود باش، دیگه نمیشه معطل شد. از جاده ممکنه ببیننمون. سرکار شما سالمی؟ هنوز که گرمم. نه خوشم اومد. خوب کلکی بهشون زدم ها. یک کاری کردم که سمدارم با خودشون ببرن. اینجوری ردشونو میگیریم میریم سراغ اصل کاریاشون. عجب زن نامردی بود. بزن بریم. کلید دستبندم پولیتیک بودا. حالا فهمیدم. اما ندا رو میدادی بابا. صداشو در نیاری. خوبا چرا میخوری؟ دستم رو بگیم. Thank you.
رفته ایم؟ استوار آدم ساده‌ای بود، جنس‌ها رو می‌خواست همراه خود آقا ببره تحویل بده. بعد جوری بنده آب دادی، از تو بعید بود. آقا تو یه نفر لو داده، من این رو بیشتر از 100 بار اومدم. چرا این یه دفعه استوار منو از اتوبوس کشید پایین؟ میونه اون همه مسافر یه راست اومد سر وقت من. خب رد پا چی گذاشتی؟ هیچی، یک کلمه هم نتونستن ازم حرف بکشن. موضوع اون پسر دهاتیه چی بود؟ چرا با خودتون آوردینش؟ میتونستی تو بیابون سرشو زیر آب کنی؟ دستش به من قفل بود. مجبور بودیم برسیم شهر رو دستبند وا کنیم. میخواستیم کلکشو بکنیم، خانوم نذاش. اون هیچ سرنخی نیست. پسر به کلی خول چلی. دست چپ و راستشو نمیشناسه، چه برسه ماها رو. بردیمش سینما، قالش گذاشتیم. علی آقا، یه پسر دهاتیه تو سالونه، هر کاری میکنم نمیاد بیرون. از صبح اومده نمیره بیرون. بریم ببینیم. آهای پسر، میری بیرون یا با لغت بندازمت بیرون؟ باشه بنداز. بلند شو بینم، یا نه؟ میره بیرون یا... جناب سرمان خودش بپرسین که زده شل پلمون کرده. این شما رو به این حال روز در آورده؟
سرکار است. یعنی جناب سرمن تسخیر خودشونه. خب میخواستن از اولش با ما دعوا نگیرن. خب جناب سرمن صبح اومده سینما، تمام سانسای فیلمو با یه بلیط تماشا کرده، تازه آخر شبم حاضر نبود بره بیرون. جناب سرمن تو قهرمان کاراته ای؟ کی؟ تو. نه من قهرمان خوشبختیم. بعد جوری میزنه، بعد جوری کاراته میزنه. آره بعد جوری میزنه. اسم فیلمی که نشون میدین چیه؟ خوشونت و کاراته. تو همیشه از اینجور فیلم ها تماشا میکنی؟ ما تازه همین امروز اومدم شهر رفتم فیلم اینا. اما چه فیلمی میدم. به به سرکار جام سران حتما بریم ببینین، از چنگتون در میره. وا چه فیلمی، چه کشت و کشتاری. به به چه ماچ ماچ بازی. بریم ببینین. بیا میبینین از فیلمایی که خودتون نشون میدین یاد میگیرن دیگه. ما که این فیلم ها رو نمیسازیم جناب سربا. خیال میکنیم ما در شبانه روز چند فقره از این دعواها داریم؟ فقط یکیش به سر خودتون اومده. بخوریم ببینین چه مزه‌ای میده. تازه خیلی عزت گذاشتم بهتون. برین خدا رو شکر کنین که نزدم با چند روده‌هاتون و شکنبه‌هاتون نکشتم بیرون. اینا رو بفا. و انگار یه چیزی هم بده کار شدیم. بفرمایید جناب سربا. چقدر بدیم شکایتمون رو پس بگیریم؟ همین چیزایی که امروز تو سینمای شما یاد گرفت به نظر من برای هفت پشتش کافیه. به اندازه کافی براش دردسر درست میکنه. مال کجایی تو پسر؟ کی؟ تو. ما؟ آره ما سمد آقا بنویسین. سمد آقا فرزند ننه آقا. آقا فامیلته؟ ننه آقا فامیل ننه آقایه. اهل کجایی؟ کی؟ مال کجایی؟ آبادی مال ماست. نه ما مال آبادی هم. آبادی شهر اومده بودی چیکار؟ کی شهر کم آدم هست برای گرفتاری درست کردن؟ کی اومده؟ تو. ما شهر نیومدم که. خودت گفتی امروز صبح اومده بودی شهر. ما خودم شهر نیومدم که. ما رو آوردنم شهر. به زور آوردنم شهر. با دستبند. بله با دستبند. آره ننه آقا اینقدر گریه نکن، توفت پیدا کردن. وای به روستا فرستادنش. وای ننش به قربانش بره. پس کجا یه بچم سرکار؟ حالا باید رسیده باشه. هیدری بله سرکار. اگه سمدو دیدی برش دار بیار اینجا. Yeah, I'm gonna go.
خودش گرفت. دندان ما ما بیاد بالا دسته خنجر نمی شود. باشه ببینم خودت خالته بزن ببینم خالته بیا بیا بزنی افتادیم با شما هستم ها سر خدا نگاه کن با شما سلام چه خبرتونه؟ مگه به کلتون زده؟ چرا به جون هم افتادیم؟ سرکار این سمد یادشان داده سمد آقا نگاه یه دندون منم شکسته نگاه بخونی خفشا دندون تو از اول شکسته بود که آی تو هنوز نایمده باز که آبادی رو به هم ریختی که با حالا بیا با خوبی کنم ما دارم به اینا کالاته یاد میدم پس برده همشون اینا اجده یالا را بیا سرکار استوار باید کار داره بابا بزنیم از را برسیم عرقمون خوش بشه اون وقت یالا بیا سوار شو فوسولی ما گفت سرکار منم بیام شاید از بدم چی؟ لازم نکرده پس این دندون ما را ببرین برای صورت جلسه لازم میشه دندونش دو چرا میزنی ها؟ انگار نوبر دندون آورده خاک بر سر مرشد جانمون تا ما برم و برگردم اینا یه مشق دیگرم بکنن هر کسی بلند میشه با جفا قایم میکنه تو تخت سینه حریفش اینجوری سینم خدا بود سینم شکست آی خدا خوشت اومد دیگه چجوری زدم تو جفت زدم با سینش برای پاد بابا خوری بگیره نه آقا آی 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 سینا دوبلشکن همون دختره که به شما کالات زده اون ما رو با خودش برد سیمین ما همون که شما دو نفر رو کتک زده اون ما رو با خودش برد سیمین ما اون آقا هم اومد همون آقایی که شما دستشو به دست ما وصل کرده بودین اونم خودش با ما اومد سیمین ما حالا دختره میخواست ما رو با خودش ببره سیمین ما ها اون آقا هم خودشو قاطی کرد با ما اومد چیزی که معلوم دار بود دختره از ما خوشش اومد همون دختره که شما دوتا رو کتک زده همون از ما خوشش اومده بود نمیدونم چرا مثلا تو چی داری که دختره از تو خوشش اومده؟ چی؟ ما؟ حالا ما باز حتما بگم چی دارم؟ خب خوشش اومده بود از ما دیگه اگه از ما خوشش نیومده بود ما رو با خودش سینما میبرد اینقدر نگو شما رو کتک زد به شما کالات زد کالات زد اصلا نمیخواد بگی با ما چی کار کرد؟ بگو با تو چی کار کرد؟ کی؟ با ما؟ با ما کاری نکرد با اونجاهاش نکشید اون فقط ما رو با خودش برد سیمنما فقط سیمنما همین چرا دروغ بگم؟ سگ دشمن دروغگوه دروغو سگه دروغو دشمن خدایه اگه بگم جای دیگه برد نبرد فقط سیمنما برد خب بعدش چی شد؟ بعدش؟ بعدش چی دیگه؟ بخواستی چی تو بشه؟ تو با اونا رفتی سا اینو فهمیدیم خیلی خوب بعد چی شد؟ بعد چی کار کردن اونا؟ بعدش کجا رفتیم؟ ما دیگه با اونا نرفتم که اونا خودشون با خودشون رفتن چین فیلم و سینما هواش ورم داشته بود که نفهمیدم کی رفتن چیزه میدونین قالش گشتن سرکار اگه تو نمیگفتی نمیفهمیدم چه فیلمی بود سرکار به 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 اژدها بازی کالاته بازی چه ماچ ماچ بازی فیلم کالاته خیلی خوب دیگه کافیه با تازه کجاشو براتون گفتم تازه اولشه که
صبر کنیم براتون بگم چه بلایی سر اونایی که میخواستن ما رو از سیمین ما بیرون بکنن آوردن. به 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 یک خبرشو دارم، گزارشش رسیده، دیگه به خودت زحمت نده. همین هایی هم که گفتی برای هفت پشتمون کافیه ببره. نه کافی نیست، بذار ما براتون بیا برو دیگه. یالا یالا برو بیرون، بذار ما تعریف داشت. برو نمیخواد تعریف کنی، تقصیر ماست که از سیل کافیاز همه چی رو گفتم. بردن سینما فیلم کاراته، دخترم کاراته باز بوده، مثل اینکه خیلی اهل کاراته و کاراته بازی هم. از مرغ همسایه به خروس لاری، از مرغ همسایه به خروس لاری. مرغ همسایه صداتو شنیدم. من میخوام یه صورتی از جایی که تعلیم کاراته میدن به دست بیارم. با کجا باید تماس بگیرم؟ به گوش باشی. نیمه بده برادر، خشتی بده برادر. خود معاش میکنم این کارا تو شهر خیلی بابه. سمت جان، ای مادر فدات بشه، میخوای اجاق برای مادر درست کنی؟ آره قربون تو بشم لایی. آره میخوام این اجاقه رو کورش بکنم. دلت میخواد بفرستم از چهار سمن؟ من آقا شهر؟ ما برام شهر؟ ما از خدا میخوام، هیچ کی درش نمیخواد مثل ما بتونه بره شهر. چی داری میگی؟ شهر بره چی کار بکنم؟ میخوام بره یه کاری برای من صورت بده. بله هیچ کی نمیتونه مثل ما برای شما کار صورت بده. هیچ کاری ازش بر نمیای سرکار، جزی که این نیمچه عقلش هم از دست بده. نگاه با مش کوبیده رو این آجرگمونم دست شکسته باشه. شما بگی این کار آدم عاقله؟ تو که از کالات بادی سر در نمیاری، میخوادی دخالت نکنن آقا برو به کارت برس. سرکار جون، حالا نمیشه یه نفر دیگه رو بفرستیم بره شهر؟ تو که همیشه میگفتی یه کاری برای پسرت جور کنیم، حالا که فرصتی پیش اومده خودی نشون نمیذاری؟ نمیذاره که. خب همینجور مادرها هستن که جلوی ترقیات بچه‌هاشونو میگیرن دیگه. یادت باشه که من هنوز میتونم سمدو با پرونداش بفرستم ببرن شهر تحویل دادسرا بدن، اما اگه به من کمک کنه یه کاری میکنم اهالی شکایتشونو پس بگیرن. بله کار استوار این نن آقا رو ولش کن بابا، بیا با خود ما حرف بزن. بیا اینجا ببینم ما کی واسه برم سینما، کی واسه برم شهر، پول سینما رو کی میده؟ همین امروز من چند تا آدرس بهت میدم، باید بری دوره بر اون جایی که من بهت نشونی میدم بپلکی ببینی اونا رو میبینی یا نه. یارو همون یارو دستبندیه دیگه، با اون دختره. ها همون دختره که شما رو کتک زد. بازم گفت غلط کت کتک زد. نذارید از مادر کسی که رومن رو سرکار استوا دست بلند کنه، چه برسه بزنه. ما دیدم که شما رو کتک زد. بابا ول کن دیگه این حرفو، تو فقط عواز جمع باشه، به محض اینکه دیدیشون فورا بیا به من خبر بده. اگه فرستن اینجا چی کار میکنی بهشون میگی من میخوام برگردم آبادی خودم، پول ندارم. اینجوری ممکنه یه پولی هم بهت بدن. سرکار شما که آدرس و پلتین، چرا خودتون نمیرین؟ چرا سرکار حیدری رو نفرستین؟ ما اگه بریم بو میبرن، خودشونو قایم میکنن. از این گذشته سمد اونا رو دیده بهتر میشناسه. ما اونا رو دیدیم بوده، ما با اونا بودم که سرکار استوار اینا رو کتک زدن. اون دختره که سرکار استوار زد ما دیدم میشناسه. سرکار پای سمد مویو به این جور کارا نکشید. سرکار ما که داشتیم صاف و ساده زندگی میکردیم، مش حسن زد از خونش ما رو بیرون کرد. حالا میخوای یه کاری بکنی ما رو از اینجا بیرون بکنم؟ خب جهندم میرم یه حیات دیگه استلخم داشته باشه. خاطر جمع باشه ننه آقا، من آدرس بهش میدم. آدرس میدم، قرض رفت آمد و خورد و خوراک و مسافر خونش رو میدم. از اینم بیتر، پول تو جیبی هم بهش میدم. از اینم بیتر، بذار بابا این مرد گنده بیشتر بشه رفت آمد بکنه، آدم بشه. نمیذاره که. آخه تا کی بشینه ور دلت تو؟ همینجور مادرها هستن که بچه های احمق بار میارن دیگه. میبینی این طرح خدا این همه سندسار از ما گذشته بود، هنوز کالات بازی ندیده بودیم، سیمینمای اجدها ندیده بودیم.
همین شما خودتون یادتونه اون دختره بله، اون دختره بله، کالات بازه بله، که مورد برد سینما شما رو کتک زد. بازم داره میگه نه دیروخوس اگه همونی که شما رو برد سینما ما رو کتک زد. نه فهمیدم از یه دختر کتک خوردی خاچ سرکن سزرکزار از استوار. نه نه آقا اصل موضوع یادمون رفت. اصل موضوع یادش رفت. من نمیخوام سمت کار مهمی برای من انجام بده سمت آقا. من فقط میخوام بره برام اطلاعات بیاره میفهمی؟ میخوام بره برام اطلاعات جمع کنه همین پولشی. این همون اجدها باز است مثل ما اجدها باز شد. این ما اجدها باز هم اجدها رو میشناسم. این خانم هم با این آقا به باره تو سب باشا باره تو سب ما همینجا هم بلد هم بیرید بگیرم. نه نه ما از همینجا بیرید بگیرم همیشه ما همیشه از اینجا بیرید سرطان نداره بزن ما چی گفتی؟ صدای خره نمیش رفی؟ از کجا میام؟ ببینم خرمالی که گمش کردی؟ نه میخوام برم ببینمش مدت یه آواز خر نشنفتم دلم گرفته. آواز خر دوست داری آره؟ آره شما دوست نداری؟ ببین چه خوب میخونه؟ آه این پشت دارن ساختمون میکنن حتما مساله ساختمونو با الاغ آوردن اینجا. آره مو خر دیدم که چه چه میزد چه 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 حسابیه به جان شما چه؟ سمد سمد آقا سمد آقا بیا قلبه بخور. تو اینجا چی کار میکنی؟ هنوز نرفتی آبادی خودت؟ چی؟ رفتم چرا؟ میدونم میترسی دوباره بیفتی به چنگ سرکار استوار. اما اگه برگردی و دوباره به چنگ سرکار استوار بیفتی بهتره تا اینجاها پیدات بشی. نه ما همینجا بمونم بیشترتر بهشون خوش میگذرم. بیا بیا این پولو بگیر و بعد. نه پول نمیخوام که. حرف زیادی نزن. نباید تو رو اینجا ببینن برات خطر داره میدونی؟ ببین چی بهت میگم فوراً سوار میشی و از اینجا میری فهمیدی؟ اگه اینجا باشی و تو رو ببینن برات درد سر درست میشه. بخور آره اینو خودت بخور زود باش از اینجا برو بیا از اینجا برو دیگه زود باش. این چیزه که اجدهای خودمونه که آره چم اجده دست نزن بابا فروشیه. چنده پوله؟ ده تومن. ده تومن؟ آره ده تومن. باشه یه اطلاعات بفرمایید. اون آقای چی خرید؟ اطلاعات؟ آره اطلاعات میخوام. چنده؟ یه تومن. همش یه تومنه؟ آها راست میگن ارزونی شده با ده تومنه. چی؟ ده تو بده. ده تو؟ چیه؟ نداری؟ چه؟ چرا؟ بیشترم داری؟ بده همشو بده. باشه خواهش سوا کن بده. چش
بیا بیگی میخوای چیکار این همه اطلاعاتو؟ میخوام ببرم آبادیمون بدم به سرکار استوار. روزنامه های دیگه هم بخوای داریم ها، کیهان، رستاخیز، آیندگان. نه فقط بهشم گفتن اطلاعات جمع کن بیار. خب پس میگم بیشتر استاد فراهم کنن. پسر به پر بگو اسمان و یعیا و مرزا هرچی اطلاعات دارن بیارن اینجا بادو میرم. خدا عمرت بده، زحمت ما رو کم کردی. خوب نگاه کنین سرکار استوارد، نگاه این طفلی ها سه تا برادرن، باهاسی همچین بلایی سر هم دیگه بیارن آخه. نه خود شما بگویید. بالاخره ما تکلیف خودمون رو نفهمیدیم. موضوع چیه؟ شما از اینا شاکی هستین، اینا از هم دیگه شاکی هستن. به قول خودتون سه تا برادر چطوری میخوان از هم شاکی باشن؟ وانگهی ستاشون لطفار شدن که خب بس هم دیگه بر اومدن. بحثی شکایتی تنها نیست سرکار استوارد، ما میخوایم شما یه فکری چاره بکنین. الان تو هر خونه ای بری تو آبادی همین بساکس، همین این خروس جنگی میپرن به سراکون هم دیگه. خب تا این ستا حالشون خوب بشه کی میخواد بیا تو باغ به من کمک کنه؟ کی میخواد بیل بزنه؟ من دستی تنها موندم. اگه همین جور پیش بریم و جوونایی ده همینجور بخوان همدیگر را لطا پار بکنن با کالاته و کوفت و زهرمار همدیگر شلپل بکنن، کارا میخوابد؟ نه خود شما بگون غیر از اینه سرکا. از من چه کاری برمیاد؟ بگو بکنم. آخه وقتی کسی شاکی نیست بی خود و بی جهت من برم کی رو توقیف کنم؟ وقتی هم کتک خورش راضیه هم کتک زنش، دیگه چه کاری از من برمیاد؟ ای برون دومی باعث بانیش لعنت، از روزی که سمت بروسلی شده سو این فرم کارا را یادیم به تا داده است دیگه هیچ کس زلو دارشون. من نمیفهمم، وقتی سمت بیچاره اینجا بود هر اتفاق میافتاد مینداختین گردن اون، حالا هم که اون اینجا نیست دست از سرش بر نمیدارین. به به همینش مونده است که شما هم سمت طرفداری بکنین. اگه من دروغ میگوام از خودشون سوال بفرمایید، بگین ببینم کی کالات یاد شما داد؟ کی کالات یادتون داد؟ بگم کی شما رو به این روزگاری بدبخت کرد؟ کی به شما اجدا به کارتون کرد؟ راست حسینی بگید. سرکار سمد اومد. سمد؟ جون من راست میگی؟ بله سرکار، مثل اینکه با دست پرم اومده. واسینه به 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 کاریمون ساخته است، انگاری اینا همه با سمد هم دست. پاشین بریم، مثل این که از روی حساب دارن ما را به جونی هم میندازن. باغ دوات چه؟ سلام سمد، خوشخبر باشی. اینا چیه؟ اطلاعاته. اطلاعات؟ شما خودتون مگه نمیخواستین براتون جمع کنم؟ جمع کردم دیگه اینا هاشش. خاک برون سرت کنم. چیه بیشتر میخواستین ها؟ بیشتر میخواستین؟ خب پول ما نرسید که، اگه بیشتر بدیم بازم براتون میارم. خیلی از اینا هست، خیلی. این دفعه دیگه برو برای ننه آقا جمع بیا کن. بیا کالات هم آوردم این از اینا. برو بابا. لعنت خدا. از که یه مرد اجنبی رو داری میکوبی به تیفال که چطور بشه؟ این مرد اجنبی نیه که، این بروزعلی خودمونه. خروسعلی؟ ما خروسعلی هیچ وقت این آبادی نداشتیم. مال آبادی ما نیه که، چرا دهاتی بازی در میاری؟ نه آقا این بروزعلیه، آرتیسته سینماگه. خب بس اجدا بازی میکنه، کالات زن بیباکه. اسمش بروزعلیه برای اینکه هر کارش بکنی یا بروز نمیده. از پشت بوم هم اگه ولش کنی پایین ها، اینه او گربه مرتضی علی چهار دست پا میاد پایین همیشه. حالا هر کی باشه چرا اسکاشو میکوفی به در و تیفال؟ دوستش دارم، دوستش دارم. دوستش داری؟ چشم لیلا خانوم روشن. تا حالا که لیلا خانومو دوست داشتی، حالا چی شد یهو؟ خب هم لیلا رو دوست دارم هم بروزعلی رو. یالا ورشون دار. چی؟ خجالت نمیکشی از که یه آدم لخت و پتی رو میکوفه به در و دیوار نازنین ما؟ بسم الله. چرا فیش میکنی؟ اگه دستمون از که بزنی بسم الله.
زده به سرش. خیلی خوب بذار این اسکا باشه، اما خودت تنها تو این اتاق بخواب. ما تو اتاقی که اسک مرد اشنفی لخت پتی باشه پا نمیذارم، پا نمیذارم. شبارا هر چی دلت میخواد بخواب، واسه ما خیلی هم بهتره تنها بخوابم، شبا از شر خروپوف تو هم راحت میشم. خیلی خوب، حالا تو تنها وسط این اسکا بخواب، اگه جنین نشدی حالا ببی. بارا حالا ببی. و خاک به سر چی شده؟ کم سمت جان سمت آخ مشت لگت ول میکنی، اینه هم ما رو افعیفه شفیش میکنی. مار بمیری افعی ای. اینا کی هم؟ اجده ما اجده ها ما اجده ها شده واو شاو شاو واو شاو 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 این بروزنیه سرکرده کالات بازای عالم روزگاره، اینجا میخواد این کارت بهشش فرو بره، اما بروزلی زرنگه، جا خالی میده میجه هوا نمیذاره کارت بهشش فرو بره. اینجا رو که میبینین بروزلی اژدها شده، نسل هرچی ما رو عفی و عقرب و لطیل و از روی زمین برداشته. اینجا بروزلی انگشتش بالا برده داره ما رو به خودش نشون میده، میگه ای سمد آقا از انگشتت غافل نشو برادر. اینجا رو که میبینین بزن بزنه، اینجا بزن بزنه، اونجا بخوره بخوره، هر جا که بزن بزنه پشتش بخوره بخوره، هر جا که بخوره بخوره پشتش بزن بزنه. سهر مهر بخوره بخوره خنده داره. چرا نانم رو میکنی؟ برای نهار خریدم که. ساکت باش بچه. از نان ما هی میکنم مخوره. افا؟ آخه از نون ما هم بخوره دیگه. خب زور آدم گشتش حواس میکنه، اگه نمیخوای بخورم خب برو دیگه. نمیخوام برام، میخوام به حرفای سمد آقا گوش بدم. خفه میگیر بشت میگم. آخه این نونای ما رو بخوره نون نخورده یا چقدر؟ برو اونجا بشین از این بچه هایت بگیر، خاک برو سرت. اه؟ این تربیت. آره میگفتم نخترهای خوشگل ها میبردن، خوشگل خوشگلاشون ها میبردن توی قلعه ای، اونجا توی قلعه نگر میداشتن، وقتی که حالشون رو جا میابردن سرشون دعوا را میافتاد، کشت کشتار را میافتاد، بعد با کشتی میبردن به جاهای دیگه. رفتن پیش بروزعلی گفتن اژدها زاده چه نشستی؟
را بیافت بیا توی این قلعه جلوی بخور بخوره اینا را بگیر. مرتضان نمیگه بیا نهار. ما نهار نمخورم. بگو سمت آقا، بگو باقیشه، بگو تازه به جای خوب خوبش رسیده. به جای خوبش رسیده؟ خب حالا که به جای خوبش رسیده باز پول خوبش هم برسه. عمر شد جان مرسی باشه دارون بزن ببینم ای نونکره ده بر دست ما رو ببینم. ما که همین چند دقیقه پیش پول دادم، من چند دفعه باید پول بدم. بابا فقط هر کدوم از این عکس‌ها رو بخوای برای فیلمش با 3 تومن بسوردید. هنوز اینجا نفری ست قرون هم نهیدید. ببینی آمورسی چقدر زحمت میکشه. چراغ اول روشن کنید، چراغ دوم روشن کنید، هر کی چراغای ما رو روشن کنه الهی چراغ دلش روشن باشه. حق جلبت بده پسر، حق عمرت بده، نوکرت هم جمال تو عشقه. چرا نون ما رو میخوری تو؟ خبرت گدا گشته یا لقمه نون گشته؟ بیاره تا چرا نون ما رو میخوری؟ نیام دیگه بابا، گوش نیام. این همه داره نون ما رو میخوره. نون ندیده، بذار همه بخورن، بخورین، همه بخورین، بخورین. الان میرم گریه میکنم. نون ما رو خورده، بجام بجام میده. گریه میکنی؟ بعد چیکار کنم؟ خنده کنم؟ برون سرت کنم. گریه میکنی تو که میخوای اجدها بشی گریه میکنی؟ دلو پاشو پاشو بینا پاشو برو بینا، حق نداری پای ملکه کارات بشی. حالا جواب امیرزا رو چی بدم؟ بخورن گشنه هاش، بخورن. حمله 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 به دوستان جدی خاشخاشی. حمله آخوش علی دادم بری تو عزیز. نه شیادی 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 بادی شیطان مقالبش نفته هیش که نمیتونه بس ما شیطان مقالبتش بره. شیطان شیادی شیادی مقالبش نفته است. جانم الجن بگو ببینم این بابا چی شده که اژدها شده؟ این انقدر مار خورده تا افی شده، بعدش هم انقدر افی خورده که اژدها شده. گفت آقا بعد مار خورده مار شود، گرچه بر اژدها تو شود. آهای سمت سمت آقا یالا را بیافت، سرکار استوار باید کار داره. بذار این کار این فیلم رو تمومش بکنم، بعدن خودم میام. تخته کن دکونه تو، یالا همین الان را بیافت، باید ببرمت پا. سرکار جون، بذار ما یه دورونی بزنیم. کلی نفس زدیم، هنوز چیزی نگرفتیم جون جده. من این حرفا سرم نمیشه، یا فورا را میافتی یا میام با کتک میبرم. آره
برو به سرکار استوارتون بگو سمد آقا داره اجدها رو واردش میکنه فعلا دم وقت نداره آی مرشد فعلا وقت نداری آره یالا را بیوف ما دیگه اینجا جون ایزی برو تو چرا حال میدی؟ چرا حال میدی؟ خفشم بابا مخالفه فایده هزاری فایده نداره غلط کرد نفهم چطور نفهمید به مأمور من توهین کرده سنگکی رو مون زده داغون کرده حالا مردم آبادی از کجا نون بیارن بخورن سرکار استوان مو با خود شاطر حسین هر زد بله اونا میترسن شکایت کنن میترسن بازم بلا ملایی سرشون بیاد اما راپورتش که به من رسیده پس خیال میکنی من اینکه چی کارم به دیدی حالا سرکار وقتی اونا خودشون شاکینیان شما بس دیگه قربان حیدری رو چی میگی توهین و حمله به مأمور اونن در حال انجام وظیفه این یکی دیگه شوخی بردار نیست میفرستم به جونه گرم نیبندازه حالا میبینی سرکار جون بچه ایم و مریضه شما باید بفرستینش دوا درمون نه اینکه بندازینش سندون بله که مریضه مرضش هم خیلی مصریه باید از اینجا بره کاکوداری انگوش میکرد به چش و چال کسی اما حالا پیچ و موره همه جا شده چپ و راست دست و پاهاش ول میخورد تو چک جونه اینو اگه شما شهر نمیفرستادیش که اینجوری نمیشد حالا یه چیزیم بده کار شدی؟ خب بله خدایشم بخواین همش تقصیر شما یه ما همه جا میگو سمد آقا برود زلی سمد آقا برود زلی فقط یه پرده به نظر من میرسه اگه میخوای من نفرستمش بره دادسرا تو باید خودت فوراً رایش کنی بره شهر اگه یه مدتی اینجاها نباشه اون وقت من میتونم این مرض موسی رو از سر اهالی بندازم چشم سرکار فوراً میفرستمش بره شهر از قضا خودشم مدام از ما پول میخواست که بره شهر سینما ببینه نه اما فیلمش کاراته است حسابی هم کشت و کشتار داره خب چرا بروسلی نیست بروسلی دیگه فیلم بازی نمیکنه چرا توبه کرده نه کشتنش چی کشتنش آره این کشتتش معلوم نیست بارا بروسلی رو کسی عارف نیست والا اینطور که میگن اونا یه عده بودن کار یه نفر نبود که تو روزنامه نوشتن که کار دشمنانشه اون باش دشمنی کرده هنوز هم نتونستن قاتلاشو گیر بیارن کشتنش رفت؟ بله ای بابا دنیای لاکدار برو دلیرم کشتن؟ کار دنیا رو میبینی برو دلیرم رفت ای بروزلی بروزلی اگه قاتلات به چنگ ما بیفتن اگه بیفتن چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ این سرکار چی بکن؟ هرچی نگم باز بهتر از اینه که یه چیزی بکن کسی کتکت زده؟ گریه ما به خاطر چیز دیگه ایه به خاطر بروزلی ناحق و ناروا زدن جوون مردم رو کشتن اونم چه جوونی کی بوده این بابا؟
کیا کشتنش؟ دشمنی در حقش کردن سرکار، ریختم سرش، عریفش نبودن که. البته، اما تو پاشو بیبریم کلانتری. چی؟ شایدم تو همین دنیا این آدم کشا رو گرفتن و شرشون رو کندن. پاش بیبریم برم، پاش بیا. پاش بیبریم. سرکار شما اونا رو بگینین قاتلا رو بدینشون به دست ما حتما. ما خودم ازشون پرسجو میکنم. خیلی خوب، دیگه بیشتر از این شما اونا رو اگر بگیرین به دست ما بدین ما خودم همه پرسجو رو ازشون اسکش اینجایی بفرما. صفت نشونی خورشید هم باز به شما داد بفرما. ببخشید مزاحم میشم. اون پسره باز پیداش شده. کدوم پسره؟ همون پسر دهاتیه دیگه، صمد. صمد؟ خانم باید بشناسنش. همون که استوار دستشو بسته بود به دست من. همون که شما نذاشتین کلکشو بکنیم. منظور؟ هیچی دیگه. دوباره دیدنش دوروبر باشگاه پرسه میزنه. چرا باشگاه؟ آخه خانم یه دفعه اونجا دیدنش بهش کمک کردم، پول دادم، اینه که چشت خور شده، باز پیداش شده. مطمئن این که باز برای گرفتن پول اومده و کاسه زیر نیم کاسه نیست؟ چی دارین میگین؟ اون یه پسر ساده، یه دهاتیه، اون درست مثل یه بچه است. همین دهاتی های ساده پاش بیفته، خیلی هم به درد خور عذاب در میاد. شاید استوار چون فکر میکنه که ما هم مثل تو فکر میکنم اون یک دهاتی ساده است و بهش مشکوک نمیشیم، برای همین فرستادش اینجا که سرگوش آب بده و توسط همین دهاتی ساده رد گیر بیاره. شما دیگه چرا این حرف رو میزنین؟ اینجا که حوزه ی ژاندارمری نیست. تو این ژاندارما رو خوب نشناختی. خیلی هاشون عشق قهرمانی و کارهای گنده گنده دارن، میخوان خودشون کشف کنن و پاداش بگیرن. موضوع رو نباید ساده گرفت. جوانه با بسنج بیارش پیش من چند کلمه باش حرف بزنم. قربون پرت و فلا میگه، در حدی نیست که با شما دهن به دهن بشه. اجازه بدین وادارم کلکشو بکنم. اگه در تعقیبش باشن چی؟ گفتم جوانه به بسنج، یعنی از این فکرهای عوضی نکن. ما باید اول مطمئن بشیم که برای چی داره اینجاها میگرده، دنبالش هستن یا نیستن. چشم قربان. پس
حالا خود شما میبینینش. پسر اصلا این حرفا بهش نمیاد. از یه بچه ساده تری. فکر نمی کنم از تو ساده تر باشه. این دل رحمی های نابجا رو بذار کنار اگه میخوای سرتو به باد ندی. شهر بعدش اینه که الاغا خودشو توش قایم میکنه، نه اینکه شلوغ پلوغه. آره. آهای سمد آقا بابا حالت چطوره؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ ما دارم جیگر میخورم. جیگر تو رو میلایی من بخورم. بیا بخور. بیا حساب سمد آقا چقدر شد؟ من شمانه دوریال. خیلی خوب، من پول خورد دارم، بفرما. چقدر میشه؟ برو بریم، من حساب کردم. بریم بابا، تعارف نکن. باش. خیلی وقت بود ندیده بودم اتا. از قضا منم شما رو خیلی وقت بود ندیده بودم. از قضای فلک همین حالا بحث شما با این آقا بود. به جان شما من خیال کردم تو رفتی آبادی خوده. آره رفتم و برگشتم. و پس چرا برگشتی؟ برگشتم اینجا یه مش قاتل و دزد و آدم کشو بگیرم به دامشون بندازمشون. راست میگی؟ به جان شما. خب کیا هستن اینایی که میخوای بدام بندازی؟ همونایی که بروزعلی رو کشتن ها، همونا. بروزعلی کیه؟ همون که سیمنماش با هم دیدیم دیگه. بروسلی رو میگی؟ میشناسیش؟ آره بابا خوبم میشناسم. میگن قاتلاش یه عده ای بودن. آره یه عده بودن، راست گفتن. تو قاتلاش رو میشناسی؟ همچی بفهمی نفهمی میشناسم. اما یکی از که قاتلای بروسلی رو حسابی میشناسه. چه؟ به ما نشونش بده، مادراشونو به عزاشون میشنم. برو بریم تا نشونت بده. را بیا بریم. اینا هم بودن، اینا هم جزء قاتلای بروسلی هستن. نه بابا اینا نبودن. اینا بودن، اینا بودن. به ما بگو اینا کجا؟ میبرم پیش پدرتون ببینتش. همین حالا؟ بله. بذار ما رو ببینه. بذار پدر شما ما رو ببینه. از ما که کم نمیاد. کم نمیاد که. بذار ما رو ببینه. میخواد ببینه؟ ببینه. بله. باشه. بیافت جلو. منم بعدش عوض شما رو ببینم. هر کاریش میکنیم لخ نمیشه. لخ نمیشه. آخه چرا؟ میگه مادرش سفارش کرده هیچ رقم نباید شلوارشو در بیاره. خب شما به شلوارش چی کار دارین؟ خب برای لخ شدن باید شلوارشو در بیاره دیگه، اونم هیچ رقم زیر بار نمیره. خیلی خب همینجور با لباس بیا، اشکالی که نداره قربون. نه اگه خودش طاقت بیاره ما حرفی نداریم. جد آبادتون بخواد ما در نمیارم. بیا تو. خیلی خب در نیار بابا، عیبی نداره. به این آقا سلام کن. سلام با این آقا بکنم؟ بین آقای لخت و پتی که ادب نداره خودشو بپوشونه ما سلام کنم؟ سلام کنم. خب من به تو سلام میکنم. سلام سمد آقا. سلام. حال شما خوبه؟ نه. آره خوبه. آره بفرمایید بشینید. بشین. آخه اینجا چه هواش خوبه قربون. این آقای سمد آقا دنبال قاتلای بروسلی میگردن. من بهشون گفتم ممکنه شما اونا رو بشناسین. بله بله. اول شما بگین ببینم برای چی میخواین اونا رو بشناسین و وقتی شناختین خیال دارین چی کارشون کنین؟ یه کارایی باشون میکنیم دیگه. خب ما باید بدونیم جانم. انگشتی چیزی به چشم چالشون میکنیم دیگه. انگشت؟ قربانشون قهرمان انگشت زدنن. میدونین در کاراته از تکنیک انگشت زدن استفاده میکنن. صحیح که ایشون قهرمان. بله بله. چه کنیم نیه، پارسال بهشون میگفتن قهرمان خوشبختی. بله حالا امسال نمیدونم چی بشه. پارسال هم قهرمان بود. حالا تو حاضری جزو ما بشی که با هم بریم انتقام مرگ بروسلی رو بگیریم؟ حاضری؟ آره باشه، به شرطی که زودتر این کارو بکنین. بسیار. اما تو صد 900 هزار
بدش ما باید میشه هزار کف میره همش هزار تا ما برات کافی نیست؟ چند پرس چلو کباب میشه؟ کباب کوبیده میخوری یا برگ؟ کوبیده خیلی خیلی میشه اگه پرسی 10 تومن هم حساب کنی میشه 100 پرس چلو کباب چه میشه؟ بیشتر حالا که با گرونی هم مبارزه شده بیشتر حالا بگو سمد آقا مأموریت تو چیه؟ چی؟ مأموریتت کی؟ باس این چمدونه را نه این آردسه را بدم به این چمدونه هست نه نه این چمدونه باید ببری بدی به این آدرس اولش داشتی درست میگفتی اولش درست میگفتم شما حواستان برد کردیم باس این آردسه بدم به این چمدونه همش یه روز را یه روز میری یه روز هم بر میگرد همش یه روزه خب دیگه برین زودتر دیگه برین با سوار اتوبوس بشه همراهش برین بقیهش دیگه با خودته بقیهش هم همش با خودته جایی که باید این کیفو بدی بالای آبادی خودتونه راش برات آشناست من خودم تا گاراژ میبرم ما خودم میبرم اشتا الان جونت در خطره کی؟ ممکنه که بلا ملایی سرت بیارن کی؟ ما؟ به خیالت ما بونزلی هم که بلا سرم بیارن؟ ما خودم حواسم به پشتم هست نمیذارم از پشت بهم حمله بکنن چرن نگو اینا خیال میکنن تو با سرکار استوار همدستی کی؟ اونا من از آبادی خودم بیرونم کردن که وقت ما با اونا همدستم یکی رو بپا گفتم اینا خیال میکنن تو هم صاف و صادقی با تو اگه میخوای زنده بمونی باید بهشون ثابت بکنی که با سرکار استوار هم دست نیست و برای این که ثابت بکنی باید این چمدونو همونطور که قبلا بهت گفتن ببری بدی به دست همون کسی که باید بدی فهمیدی یا نه؟ شما پاشو اینجا بشین شما اینجا بشین ما اون زیر یه چیزی گذاشته اونجا بشین شما بشین بفرمایید اینجا جای ما بوده ما از اول نشونش کرده بودیم اینجا باش من میگه از اونجا بلند شو بیا بشین اینجا یه بار فرق میکنه چه فرق میکنه؟ یا آقا چیه؟ ما دوست دارم بخوای پنجره بشینم باد بهشون بخوای حالا پیله کرده آقا شما که از اینجا رفتی ها مرشد معرکه کاراتش رو به راه تعلیمات هم میده و خدا آره او پس حق ما رو بذاره کنار آفرینی مینی بود سواشه کجا سمد آقا ما به خیالم تو برگشتی کجا داری میری نه ما باز برم این آردرس رو بدم به این چمدونه نه این چمدونه بدم اون آردرسه آره ببینم نمیخوای گستری به نن آقا بزنی ها
نه اول باز برم این چمدون رو بدم به اون آردس بیا اون بخ بیا. خب بعد برو، اینجا هر دو سه ساعتی یه بار اتوبوس میاد و میره. اگه نه آقا بفهمه تو اومدی یا سری به خونه نزدی دلخور میشه ها. آره آقا نمیای شما؟ نه ما باز برم یه سر به نون آقا بزن. نه خیر شما بفرمایید. خب بزن بریم. بی زحمت بالای تپه نگه داریم، من پیاده میشم. جانش کردم. الهی فدات بشم ننه جان، این چمدانو بیا ببر بده به سرکار استوار، ممکنه حرف توش در بیادا. میخوای اونا خیال کنم ما همدست سرکار استواریم؟ خب خیال کنم به جهندم. دست ندم به اونا، به اونا دست ندن ننه آقا. ما به اون دختره قول دادم ببرم بدم به صاحبش. حالا دیگه با دخترها قول قرار میذاری؟ چشمم روشن، چشم لیلا خانوم روشن. دست ندن نه آقا، مشغول زنبه میشی با. خیلی خوب، ما با هست برون تا در دکون بیام. چی میخوای بگیری؟ یادم اومد قند و چای نداریم، تا دکونا رو نبستم با هست برون. ما میرم خودم. نه تو خسته ای، ما خودم میرم زود برمیگردم. الو اونجا پاسکایه؟ سرکار استوار هستن؟ ما نن آقایم. به 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 چه اناری. بیرون خائن نمک محروم، بیا بیرون. بیا انار بخورم. جماعت آقا اگه شما مثل همه آدم خوشا دنبال کیف و چمدون میگردیم بیان ورداریم بریم بابا تو رو دعوا میگیریم. کی هستی بابا؟ بیا چمدون نیدی؟ خیر ندیدم اگه گذاشت درشو با کنم. الان حساب شده است. دقیقه برای
اگه خانم گذاشته بودن همون روز اول کلک دادیه رو بکنیم کار به اینجا میکشید؟ اگه تو روز اول خودتو لو نمیدادی و گیر نمیافتادی کار به اینجا نمیکشید. بس دیگه، این که ما بفهمیم تقصیر کی بوده که کار به اینجا کشیده دردی رو دوا نمیکنه. پسر من اونجا گرفتار شد، اگه زودتر دست به کار نشیم ممکنه برای هممون گرفتاری پیدا بشه. یعنی میگین پسر شما ممکنه چیزی بگه؟ خب مسلمه که نمیگه، اینو مطمئنم. اما اگه بیارن شرط چیه؟ کافیه بفهمن اون پسر منه، اون وقت توجه پلیس به ما جلب میشه. استوار حتما میخواد از شهریه عده برن تحویلش بگیرن، پس ما فرصت داریم. ضمناً من حدس میزنم رئیس پاسگاه به خاطر بلایی که دفعه پیش سرش اومده آرزوش اینه که ما دوباره بریم سراغش. دستشو به ما با دستبند قفل کرده بود اینا. بعد اون دختر خوشگلم بود، همون دختر خوشگله که کاراته به کارتون کرد شما رو کتک زد. باز شروع کرد. حرف زیادی نزن، تو فقط آدرس اون بابایی رو که قرار بود این چمدون رو بهش بدی به ما بده. همین ده میخوان ما با اونا خیانت بکنم. 30 سال سیاه ما با اونا قول دادم، زیر قولم میتونم بزنم؟ نمیتونم که. اونا میخوان ما رو امتحانم بکنن. بذارین این چیزو ببرم بهشون بدم بابا. حالا دیگه همکاری با یه مش دوز و قاچاقچی آدمکشو به همکاری با ما ترجیح میدی؟ آره؟ اونا آدم حسابی هن. یه الف دخترشون رو دیدین؟ چه به روزگار شما دو نفر آورد؟ حساب مرداشون رو حالا بکنین. شما هم حرف ما رو بشنفین، بیاین ما ببرمتون قاطی دار دسته اونا، کارات باز بی باک بشین، اژدهابازی یاد بگیرین، بعد همگی بریم انتقام بوزلی رو ازشون بگیریم. همون که تو رفتی این کارا رو یاد گرفتی و برگشتی و مرضش مثل وبا تو این آبادی پخش کردی، برای 7 پشتمون کافیه. دیگه لازم نیست منم ببری آلوده بکنی. ضمناً اینقدر سنگ اونا رو به سینت نزن. بله اونا میخواستن امتحان کنن ببینن من تو رو مأمور کردم بری دنبالشون یا نه. اون آدرس هم که بهت دادن چاخانه، این چمدونم توش هروئین قاچاق نیست، شیکره، شیکر. برای رسوندن 3 کیلو شیکر کسی 1000 تومن پول به کسی میده؟ شیکره؟ خب شیکر باشه بهتره که، اگه هروئین باشه به چه درد ما میخوره. حالا که شیکره میتونم ببرمش بدم به نن آقا مرباجات برامون درست بکنه. اونا این بابا رو فرستاده بودن که ببینن اگه با من همدستی بکشنه. وقتی تو شب اومدی اینجا موندی و نبردی چمدونو بدی، این بابام خیال کرد تو با من همدستی. فهمیدی؟ نه. نفهمیدی؟ یعنی اون که میخواست ما رو بکشه همدست اوناییه؟ بله، اونا هم همشون مثل این یکی آدم کشن. سب کنی؟ نکنه اونا همونایی بودن که بروزلی رو کشتن؟ سرکار میگم حالا که صمد میتونه ما رو ببره به محل اونا چطوره که؟ باز تو وارد معقولات شدی؟ آخه ما تو شهر چی کار میتونیم بکنیم؟ اونا باید با پای خودشون برگردن اینجا. اونا سر نترسی دارن. ما با گروه 1 در آبادی بساط نمایش فیلم های کاراته و مهیجو برپا میکنید. بله قربان، بله. و شما با گروه 2 مسابقه کاراته رو با جوان های ده ترتیب میده. درست سر ساعت معین در چادر سینما بایستی دعوا را بیفت. اطاعت میشه قربان. و سعی میکنید رئیس پاسگاه شخصا برای دادن کاپ قهرمانی در صحنه مسابقه شرکت بکنه و همون موقع هم باید مسابقه شروع بشه. به این ترتیب نیمی از گروه های فعال آبادی در سینما و بقیه در صحنه مسابقه خواهند بود. دعوای سالن سینما باعث میشه مامورین پاسگاه برای فرو نشاندن دعوا به اونجا بیان. رئیس پاسگاه که حتما در صحنه مسابقه هست. در این موقع است که گروه سوم عملیات خودشو آغاز میکنه. در مونگاه گزارش نوشته به شهر تقاضا کرده اگه منتقلش نکنن استعفا میده. بفرما، اینم خانم معلم آبادی. خانم شما حاضرین با این وضع به بچه های اینا که دائم کارشون جنگ و دعواست درس بدین؟ نه خیر سرکار. بفرما. از همه بدتر کار و کاسبی تو این آبادی از رونق افتاده، فلج شده.
بعد از اون حمله سنگین به دکون سنگکی دکوندارا دیگه از ترس دکوناشونو وا نمی کنن. بله سرکار درست فرمایشت می کنن. مردم مدتی دارن بیسکویت می خورن، آخه نون پیدا نمیشه. بیچارا همه جون اظهار گرفتن. نزن آتش بیاره معرکه. بله جوانترها و بچه ها که همه تو سر مغز هم می زنن. کار آبادی افتاده گردن زنا و عاقل مردا. درسته خانوم؟ درسته مدیه حاسی شد. چطور غیرتتون قبول میکنه؟ نه قبول نمیکنه. آخه خجالتم خوب چیزیه. نه من اگه ببینم از این به بعد کسی به اسم کاراته بازی جنگ و دعوا را بندازه دیگه هرچی دیدین اچش به خودتون دیدین. من به احد و ناسی رحم نمیکنم. سرکار استوار رادیو میگه کاراته ورزش خوبیه که. بله تیراندازی و شمشیربازی هم ورزش خوبیه. بستگی به این داره که تفنگ یا شمشیر به دست اه میفته یا نااه. خلاصه من این چیزا سرم نمیشه. کاراته دیگه بی کاراته. هر کی دست رو کسی بلند بکنه میبرن. آهای جماعت توی آبادی فیلم سینما آوردن. فیلم کالاته اجتهاد بازی روزنی هم توش بازی میکنه. بیاین بریم. یعنی چه؟ پس ما این حرفا رو برای چی داشتی میزدیم؟ من نمیفهمم اینا کیان از کجا آمدن اینجا فیلم سینما رو انداختن. یعنی اینقدر در دیزی رو باز فرض کردن. برو سرکلاشون رو برده بیار اینجا ببینم. ساکت صبر داشته باشین. وقتی سینما را افتاد به همه تون بلیت میرسه. ما برای خدمت به شما آمدیم. اجازه بدین کارمون رو انجام بدیم. بابا بذاریم بهشتون خدمت کنن. بابا اجازه بدین کارشونو بکنن دیگه. عجب مردمونی آنها. هر کی هم شلوغ بکنه بهشش بلیت فروخته نمیشه با. یالا برید تو صف. برید تو صف. به ترتیب قد بلیت فروخته میشه. یالا برید تو صف. برید تو صف. تو صف. رادی به جلو هاش تو من. رادی به جلو هاش تو. بابا سیم به ترتیب قد چه خبر اینجا؟ اینا دارن به ما خدمت میکنن بیچاره ها. بیرید شما محفوظه. بگه کنا. ببینم مسئول این دامداستی مخلص شما. مدیر مسئول بنده هستم. فرمایشی داشتید قربان. این مدیره. این با قیافه این قیافش مدیره. ما یه مسابقه ورزشی هم در قسمتی دیگه ترتیب دادیم. تشریف بیارید لطفاً ببینید. خواهش میکنم ببینید. خواهش میکنم ببینید. خواهش میکنم کاراته هستم. سلام. سلام. خانم رئیسشون اینه. ما خودم میشناسمش. باندش هم لاستیکیه. آره ما دیدم. لاستیکی بود. آره ما دیدم. خب عملیاتو کی شروع میکنی؟ فردا عصر با اجازتون. اختیار دارین اعتماد دست شماست منتها جوازی چیزی. چه جور جوازی؟ ما هر جور جوازی که بهایم بهتون نشون. خب اگه اینطوره که حرفی نیست. یعنی ما از لحاظ خودمون که نمیگیم به سرکار استوار نشون بدین کافیه. ایشون اوکی بدن ما هم در خدمتیم. اتفاقا ما عهدمون میخواستیم خدمت سرکار استوار برسیم. ایشون باید افتخار بدن و کاپ مسابقه رو بدن به دست برنده مسابقه. جدی؟ فردا بعد از ظهر. عجب. ما امروز در تمام آبادی اعلام میکنیم کسانی که حاضر به شرکت در این مسابقه و بردن کاپ نقره هستن بیان اینجا و ثبت نام بکنن. اسم بنویسن.
میدونی خانم جون، بین خودمون بمونه ها، من میخوام یه عده آدم که دارن به اسم کاراته اینجا شرارت میکنن یه گوشمالی سختی ببینن. بله یه گوشمالی سخت. بله که یکم از حال و هوای این کار بیان بیرون. آخه اینا از ورزش کاراته فقط همین یاد گرفتن که بزنن سر و گردن فک و فامیل خودشون رو بشکنن. آو این که کار خیلی ساده ایه، حالتون راحت باشه. ما معنی کاراته واقعی رو بهشون نشون میدیم. آفرین، منم همینه میخوام. گروبان حیدری، نهایت همکاری با خانوم و آقایون به عمل بیاد. بله. خود اهالی هم کمک کنن تا محل نمایششون درست بشه. اولا بگین چند بلیط افتخاری به ما بدن. سرکار مرشد هنوز چادر سینما درست نشده، بلیط‌ها رو بازار سیاهش کرده. با کمال میل، هر چند تا بلیط که بخواین تقدیم میشه به تعداد همه افرادی که شما بخواین. من بهتون بلیط میدم، خیالتون راحت باشه. جایش مکان پس فردا ساعت 4 برای حضور در مسابقه و دادن کاپ تشریف بیارید. هر گروه 3 نفر. ای بچه‌ای آقا، خب میشی ستون اسمی؟ ستون اسمی؟ بچه اسم بچه رو نمیده بیسیم. چرا آقا؟ چرا اسم بچه ننویسیم؟ بچه رو تموم شد آقا. بریم بچه ها، ببینید اسم بچه ها رو نمینویسن. بریم پی کارتون ببینیم. اون گروهی که داوطلب شروع مسابقه است، حاضره؟ آه، حاضریم. ایشکم مثل ما حاضر نیه. مادم ما حاضریم، اما این کمربند قاعده شکم با موده قوچلی نمیشه. آه نکن خوشم میاد. خاک برو سرت با اون شکم با مونده. یه تناف چیزی بیاریم ببندیم به کمر. آنو اگه بخواین همینطور هی اس بریمیسی تو فردام نمیتونیم مسابقه مقدماتی رو تموم کنین. کافیه. زبط را تموم کنیم. بریم بابا خلبه ببینم. یالا بریم بابا جون، بریم ببینم. یالا تموم شد اسمی میشی. بریم دیگه، عجب آدم های هستن. بریم به کارتون دیگه. خیلی خوب، حالا هر کدوم از گروه های 3 نفری که نام نویسی کردن و حاضرن با گروه داوطلب مسابقه بدن بیان جلو و لباس بپوشن. هر گروهی که در این رشته جان سالم به در برد فردا با قهرمان ما بر سر کاپ قهرمانی و جایزه نقدی مسابقه میده. جون من نکن همچین سر کتله قرمچین سراته بزنم با اون سیبیلت تا تبشه. چی شد؟ خانم رئیس اینجا همه به ما میگن سمد آقا. شاهدم درست میگه اینا سمد آقا. خانم رئیس توی این مسابقه انگشت زدن آزاده. قرارت انگشت زدن تکنیک به خصوصی داره. دو انگشتی به این شکل و آزاد. دفاعش هم اینجور. بعض سینما چطوره ها؟ تمام بلیط ها فروخته شده. چندتایی اس نوشتن؟ حدود 90 نفری شدن، 30 گروه 3 نفری، اما اینطور که پیداست هیچ کدوم حاضر نمیشن با گروه سمت مبارزه کنن. اما خب اینجوری خیلی خیلی بهتره. بله بنابراین گروه سمت آقا بدون مسابقه با گرفتن جایزه مسابقه مقدماتی به پای فینال میرسه و فردا در مسابقه نهایی ما بر سر کاپ افتخار مبارزه خواهند کرد. یک مبارزه جالب و سورپریز و دیدنی با قهرمان ما.
نباید اجازه بدی اینا مثل خروس جنگی بیافتن به جون هم دیه. اونا به جون هم افتادن، حالا بذار مزهشن بچشن. بله. خب شما حاضرین؟ مجاهزرم. خفه، عشق مثل ما حاضر نیست. خب پس بریم جلو. بالاخره فرصتی شد ما به اهل آبادی نشون بدیم. یک مرتبه بتونم به سیبیلت رو تر بشه. خب بریم نشون بدین دیگه. ما نشون میدیم. امیدوارم اهالی هرستون رو با گردنهای شکسته ببینن. نشون میدیم. شروع کنن؟ دو دقیقه دیگه. مثل این که باید شروع کنیم. یادت باشه مبارزه ی تو نباید کمتر از یک راب طول بکشه. باش مدارا. با توی میزید نام شروع کنی. ساکت بابا، ساکت باشی. جای ما یه تنگ کرده. ساکت. پول نده اومده توی اینجا. بشین اونگه طرف نزد. پول نده دیگه. ساکت باشی بابا. جمع کنید کار تمومه، بجمعید. غیر از چادرها همه چیزا رو بار بزنید. چادرها رو براشون بزنید که زیرش خوش باشه. سمت هم فیش فیش بکنم. حواسم رو پرد نکن. تو چرا مثل کنه به ما چسبیدی؟ چسبیدم که چسبیدم دیگه، سنگر گرفتم دیگه. کالاته ی دو ترکه که نداریم ما، عجب آدمی. حالا که داریم که خوب بود، خیلی خوب بود. افا زدی به چشمه ما. وای گردن آفا، تازه چیش خورده بودم. ساک و شلورم افتاد. سلام علیکم. خدا حافظ شما. سمت جان بیا کنار، دست وردار. تو که حریف این عجب نمیشی. آرش که بس من نمیتونم. هیلی مواظب باش، باید تو 10 دقیقه ادامه بدی. اون دوتا را هیلی زود انداختی. بابا زودتر تمومش کنیم، میخوام بریم کار داریم. ای
کجا خانم؟ خوب حواستو جمع کن، دست به اسلحه ببری از پشت سر کارت ساخته است. شما چی میخوای؟ برادر من اینجا بازداشته، میخوام ببرمش. ما که از روی جسد منو پاسدار دم در رد بشیم. پاسدار دم در و خیالت راحت باشه، هواشو دارم. حالا خود سرکار استوار کجاست؟ نیستم. کجا رفتی؟ مسابقه. چه مسابقه ای؟ کاراته. اینجوری؟ نگاه کن داره خدا دیگه نمیتونم. عادیه بچم نمیشه. میتونم. سمد آقا بی تربیت است. سمد آقا. از سر تکنیک خودش بله رنگش نکرده بودم. زودتر وسائل جمع کنیم بریم. زدیم و خوردیم پیش بردیم. 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 البته جایزه نقدی مال سمده. سمد آقا. اما کاپ مال همه اهالی آبادیه. جاش کجاست؟ تو پاسگاه یلا زودتر زود باشی یلا دیگه بیا بیا پیش بردیم برتون ببینم سمپنه ببینه چی شده پیش بردیم مثل که دم پاسگاه خبرهاییه باید آدم کشا باشن باشم غلط نکنم اومدن رفیقشونو ببرن کیا؟ همون آدم کشا دیگه همون هایی که بروزلی رو کشتن؟ آره آره همون ها دیگه همون ها یالا محاصره شون کنین یالا حمله به قاتلین بروزلی دست بالا بیا اکچه بگیرنشون بیای حمله به قاتلین بروزری بروزری بابا من صد بروز رو حریف بابا من زیر سر توه خیلی وقت زاغت رو چوب میزنم یه ببرنش ما میخوام یه لحظه بزنم به افتخار که به چنگ آوردی دیگه چی میخوای؟ افتخار بشه کارم میاد چیزهای دیگه باز بشن یه جامعه من خوب تو کسی کارتو به دام انداختم بی بریم حالا حالا با کار دارم سمت چه قضیه با ناز میری سمت آقا
تو اینجا چی کار میکنی؟ ما اینجا چی کار میکنم؟ یکی و پا اینجا که ولات ماست، تو اینجا چی کار میکنی؟ سمد آقا جون، یه جایی به من نشون بده که قایم بشم. برو اینجا. من باید فرار کنم. چرا همچی میکنی؟ سمد جان، بیا بریم خونه دیم، نه نه جان. بیا برو زیر چادر ننه آقا قایم شد، بیا برو، بیا برو. این امانتی رو ببرش خونه قایمش بکن، قایمش بکن، لازم هم میشه با، لازم هم میشه. دسته بالا به به چه عبدخیار این تو بخورم من به 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 لازم نیست بکنی من لباسمو پوشیدم ببینم کاپ قهرمانی رو تو بردی آره دیگه چیکار بکنم قهرمان خوشبخت نه چیزی خب باریکلا پس باید ازت بترسم وقتی قهرمان هنگ کنگی رو شکست دادی حتما حریف منم میتونی بشی ها خب چی بگم ما قهرمان کینگ کنگی تونو که شکست دادیم شما که دیگه خوب میدونیم که ما و شما میخوای با هم کاراته کار کنی والا شما اهل کار باشی خب ما هم هستیم خب پس بیا جلو امتحانش بی سرهی تو چنگت آوردم بفشارم اشاره کن نه که نرمه، نه که گرمه آی 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 آی